با درود فراوان به شما عزیزان، خوشحالم که یک بار دیگر در کنار شما هستم. من دکتر فوجان زینی هستم و در غیاب دوست و همکارم دکتر حبیب ریاضتی که دو هفته دیگه هنوز در مسافرت خواهند بود، من در خدمت شما خواهم بود. بر این برنامه، برنامه دانش، بینش و آزادی، توسط بنیاد غیر انتفاعی Human in the Making Foundation به شما تقدیم میشه. هدف اساسی این بنیاد ایجاد فضای سالم در جهت دانش پروری، ایجاد بینشی عمیق‌تر از موضوعها و از همه مهمتر آزادی از زنجیرهای خرافی و بندهای اوهام می باشد. این برنامه به هیچ حزب مذهبی و یا سیاسی خاصی تعلق نداره و تمام هزینه هاش در حقیقت از کمک بینندگانی مثل شما فراهم میشه. این برنامه ها به صورت محاوره ای انجام میشه. در انتهای برنامه فرصتی هست که به سوال ها و جواب های شما عزیزان پاسخ بدیم. امروز خیلی خیلی خوشحالم، افتخار دارم. وقتی این کلمه رو میگم صادقانه بهتون بگم که باعث افتخار منه که دوست عزیزی، استاد عزیز خود من، دکتر احمد کریبی حکاک در کنار ما هستن. ایشون استاد دانشگاه مریلند هستن، نویسنده و پژوهشگر. خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردین و لطف کردین تشریف آوردین. ممنونم خانم دکتر زینی، خوشحالم که همراه با شما در خدمت بینندگان شنوندگانتون هستم. من هر دفعه که در کنار شما هستم، شما لطف کرده بودی همیشه در برنامه‌های تلویزیونی خود من میومدین و انقدر از شما یاد میگیرم و سخنان شما انقدر زیباست برای من، چون من همونطور که میدونید 12 سال نیم مونده که از ایران اومدم و در نتیجه در ادبیات ایران اونقدر سررشته ای ندارم. البته مادر من مجبور میکرد از بچگی که باید حتما حافظ و مولانا و فردوسی و سعدی رو میخوندم و بعد بله کتاب‌های خیلی زیادی بعد میخوندم، ولی چون از 12 سالگی اومدم بیرون اونقدر با ادبیات راحت شاید میتونم بگم نیستم، ولی یک مواردی برای من جالبه راجع به فرهنگ ما و اونم اینه که فرهنگ ما شاید تنها فرهنگی که من میشناسم، چون در فرهنگ غرب اینو اونقدر ندیدم، حداقل امریکای ندیدم اینو، که اشعار ما و مخصوصا اشعار برخی از اشخاص مثل حافظ، مولانا، فردوسی یک مقداری فضایی رو پیدا کرده که دنبال ما همیشه در حال آمدن به طرف جلوه. ممکنه مثلا اینجا وقتی که نگاه میکنیم، وقتی ادبیاتش رو نگاه میکنیم، میبینیم یک فقط پلی هملته که دائم در حال رشد کردن و اومدن در فرهنگ جدیده، ولی تصور من اینه که فرهنگ ما ایرانیان همینجوری از یک شرایطی داره به طرف جلو میره و این گروه که از قبل حالت سنتی و کلاسیک ادبیات ما هستن، همینطور در کنار ما هم دارن میان و خب به عناوین مختلف هنوز از اونها استفاده میشه. حالا اشعار ما در شرایطی به هر نوعی، حتی اگر آگهی داریم میدیم، اشعار داره استفاده میشه. فال حافظ هنوز در رادیوها، تلویزیونها، خونه ها داره اتفاق میفته و وقتی یک چیز رو گیج میشن هنوز فالش رو میگیرن. اگر که به حالت عرفان یا خلسه میخوان برن یا wisdom و خرد میخوان پیدا بکنن، هنوز به طرف مولانا دارن میرن و یه مقدار زیادی انگار این اشعار و این اشخاص هنوز در زندگی ما هر روز دارن زندگی میکنن. لطف میفرمایید چطور، چی شده که در فرهنگ ما این اتفاق افتاده و چه احتیاجی برای ما که داریم این کار انجام میدیم؟ راست میگید، یعنی به ویژه ادبیات فارسی و باز به ویژه تر شعر فارسی طوری ذهن ما رو تسخیر کرده که همطور که میگید با ما همراه میاد. این لزوما معنای ناسازگاری ما با جهان جدید نیست، بلکه اون متون اعتبار خودش رو حفظ کردند، منتها ما باید تعبیرهای جدیدی از اونها بکنیم و بسیارانی میکنن. خب تفعول حافظ تفنن، البته اگر بکنن مردم اشکال نداره، ولی فکر نمیکنم کسی دیگه واقعا از روی شعری که وقتی دیوان حافظ رو باز میکنه بیاد تصمیم خاصی بگیره. اگر بگیره اون همون خرافاتیست که گفتی و زدودن اونها واجبه، ولی حقیقت این است که عواطف انسانی در این حال که اونها هم تاریخ خاص خودشون رو دارن، ولی خیلی بطیع‌تر، شاید بشه گفت با گام آهنگ جیولوژیک مثلا عوض میشن. خشم تا هزاران سال خشمه، یأس، امید، وجد، شادی،
غم، اندوه، همه اینا که عواطف، مجموع عواطف رو تشکیل میدن، شعر فارسی رو میسازن. و این شعر چون ما هم غمگین میشیم، هم خشمگین میشیم، هم شاد میشیم، هم ممکن مایوس بشیم، همه اینها به نظر میرسه که اعتبار خودشون رو برای ما حفظ میکنن. منتها در همین حفظ اعتبار، راست میگید، ما نباید منجمد بشیم در این آثار و در این متون، باید اینها رو به کار امروز خودمون بگیریم. و البته اگر کسی فکر میکنه که مثلا من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، خب این درس میشه گفت همیشگی است. یعنی اینکه انسان ها در کار دیگران دخالت نکنن، یا به بیان عامیانه مثلا بگیم منو تو قبر شما نمیذارن، شما رو تو قبر من نمیذارن، یا بگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، این یک مجموعه ای از فکره که ما این رو به نظر میسی یا پذیرفتیم یا فکر میکنیم باید پذیرفت کم و بیش. و اگر مثلا نظام سیاسی بر ما حاکم است که این رو نمیپذیره و مثلا به قاعده دیگری مثل امر به معروف و نهی از منکر معتقده، اون رو ما داریم پس میزنیم با همین التجا آوردن و پناه آوردنمون به شعر حافظی که من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش. یعنی فردیت وقتی که شکل میگیره، ما میخوایم بگیم که فردیت من فردیت منه، فردیت تو فردیت توست، و میتونیم به هم احترام بگذاریم بدون اینکه تو مثل من باشی و من مثل تو باشم. یعنی به شکلی میشود گفت از یک سو این میراث کهن و از سوی دیگری واقعیت‌های جهان امروز. شما خودتون یک روانشناس هستید، میبینید با افراد صحبت می‌کنم، من تردید ندارم که وقتی که با شما صحبت می‌کنن حداقل بخشی از افکارتون در اونها رسوخ می‌کنه. خب اگر این معنیش این باشه که شما اینقدر به گذشته پناه نبرید و مثلا امروز خودتون رو بشناسید، برای رو در رو شدن با جهان امروز سلاح لازم رو به دست بیارید، خب این اثر می‌کنه در دیگران. ولی خب شعر فارسی به ویژه، حالا ممکن نقاشی مینیاتور اینطور نباشه، ممکن معماری ایران این حالت رو نداشته باشه، ممکن موسیقی کهن ایران اون گیرایی رو دیگه نداشته باشه، برای بسیارانی که از راه گوش با موسیقی‌های اقوام گوناگون آشنا شدن. ولی شعر چون زبان و اساساً فرهنگ، زبان فارسی زبان محور، فرهنگ‌های فارسی زبان زبان محورند. ما پیش از اینکه اسلام بیاد به ایران، اوستا و زند رو داشتیم، بعد قرآن به اونها اضافه شدیم، بعد انواع تفسیرهای قرآن، این مجموعه سخن، بعد هم توی گفتید شاهنامه و دیوان حافظ و گلستان سعدی و بوستان و همه اینها، این مجموعه متون در همون آموزش‌های اولی ما به ذهن، در ذهنمون راه، به ذهنمون راه پیدا می‌کنه و در اونجا میمانه. و این بر ماست که ببینیم چه چیزی رو از این گنجینه عجیب می‌خوایم بکاریم، چه چیزی رو نمی‌خوایم بکاریم. مسئله، سوالی که بر من پیش میاد اینه که خب شاعر ما زیاد داشتیم، چه کلاسیک، چه سنتی، چه مدرن. ولی جالبه که در فرهنگ ما غیر از اون کسانی که خب واقعا در ادبیات هستن که ممکنه که تمام این اطلاعات رو داشته باشن، ولی اشخاصی که الزاماً در ادبیات نیستن، حتی اونها هم به حافظ و مولانا و فردوسی آشنان و اون رو هر روزه دارن، در حالی که بقیه شعرای ما یا بقیه نویسندگان ما که در ادبیات انقدر زیبا حتی نثر نوشتن و یا اشعار نو ما و شعرای نو ما، غیر از حالا مثلا شاملو که ممکنه که اون هم کتاب هاش و فروغ فرخزاد در برخی از تازه خونه ها باشه، اونم نه در همه خونه ها، ولی جالبه که کتاب حافظ تقریبا در همه خونه ها هست، یا کتاب مولانا در همه خونه ها هست. حتی اگر کسی از ادبیات سررشته ای داشته باشه یا نداشته باشه، یا حتی علاقه داشته باشه یا نداشته باشه، چند نفره به خصوص هستن که نسل به نسل به نسل به نسل دارن جلو میان. حتی وقتی که آهنگ ها رو میخونن و حتی این استفاده میکنن از این اشعار برای به عنوان ترانه ای که در کنار ملودی ها میاد، باز میبینیم که میرن این اشعار به خصوص رو از این شعرای به خصوص میگیرن و در نتیجه نسل جدید حتی اگر که نمیره اون کتاب رو باز بکنه، به خاطر اینی که سروده شده در یک آهنگ به حالت ریتم مدرن تر، باز داره با اون آشنا میشه. دو سه نفرن که نسل به نسل دارن با ما جلو میان. چطوره که ما این دو سه نفر رو انتخاب کردیم که با ما نسل به نسل جلو بیان؟ خب ببینید، باز فرایند تحول
در افراد به گونه ای پیش میره، در متون به گونه دیگری پیش میره. اگر ممکن است در نسل من و شما یا پدران ما و شما، من و شما این ثابت مونده باشه، ولی اگر شما 120 سال پیش 150 سال پیش خودتون رو بذارید، سعدی در اوج بود، حافظ نبود. یعنی میخوام بگم اون هم تحول پیدا میکنه. فروغ فرخزاد رو در زمان خودش فاحشه میخوندند و خیلی هم بهش دشنام میدادند، ولی حقیقتی هست که امروز تقدسی پیدا کرده که حتی نظام بسیار سختگیری مثل جمهوری اسلام ناگزیر، جمهوری اسلامی ناگزیر باهاش کنار بیاد. سیمین بهبهانی خط قرمز خود همین نظام رو عبور کرده داشت و دیگه چهره ای نیست که از یادها بره. این که هر نسلی چه متونی رو انتخاب میکنه، این بستگی به نیازهای خودش داره. در این حال یک مطلب دیگر رو هم من مطمئن نیستم که ما با اتکای به چه چیزی میگیم، چون شما میگید و کارشناس هستید، من میپذیرم ازتون، ولی این سخن که در همه خانه های ایرانی دیوان حافظ هست، راستش من مطمئن نیستم. اتکای ما باید به آمار باشه در این گونه موارد. حقیقت این است که در تمام تاریخی که چاپ 150 سال 200 سال چاپ بوده و دیوان حافظ، بله درسته، یکی از آثاری است که خیلی چاپ میشد و تجدید چاپ و آراسته شده، تزیینات و خطاطی خوب و نقاشی زیبا و اینها همراهش حرکت میکنه، اگر همه رو حساب بکنیم بیش از 100 هزار نسخه نیست. که اون هم شاید در مملکتی که شاید بیشتر 15 20 میلیون خانه بود داریم ما. این است که قدری اگر احتیاط بکنیم میشه همین مطلب رو هم با واقعیت ها گره زد. یعنی ما واقعیت آماری مثلا نداریم، یا بدیم حضور یک دیوان حافظ اینقدر حجم میگیره در یک خانه چیز مهم نیست، ولی ببینیم آیا اینها اهل باز کردن این دیوان هستن، یا اگر باز کنن این رو میتونن بخونن و بفهمن. مطمئن نیستم. فکر میکنم که شاید به دلیل اینکه دوست داریم اینها رو، اندکی با مبالغه و قلوب هم دربارهشون صحبت میکنیم، ولی تحول انجام میشه. و شما میگم اگر من تردید ندارم در حقیقت که فروغ فرخزاد همچنان اوج خواهد گرفت، برای اینکه برای شاعری بود که برای اولین بار بیان عاشقانه رو به زن فارسی زبان آموخت و در نتیجه همه شاعران امروز، شاعران زن امروز، دختران فروغ فرخزاد هستند. من در این زمینه مطلبی دارم و سخنرانی کردم که روی آن که آنلاین هم هست، و این ظهور افراد جدید رو ما میشناسیم. ولی بله، بسیاری از شاعران، مثلا خب فردوسی رو هم احترام میگذارن بهش، ولی واقعا حقیقتا اگر نهایت شاهنامه رو خونده باشن، همون سه داستان سهراب و سیاوش و اسفندیاره دیگه، هیچ کس اواخر ساسانیان رو نمیخونه، یا بگیم داستان کرم رو نمیفهمه. این داستان مفصل است، بنام داستان کرم، واسه این کرم انسان یه موجوده. خب این یا همون آغاز سر پادشاهان کیومرث بود و کسی نمیخونه. این است که ما گاهی هم اندکی از بسیار رو میخونیم و به بسیار تعمیم میدیم. ما چند تا غزل حافظ رو خوندن برامون یا خودمون خوندیم، بعد میگیم حافظ چنین میگوید، در حالی که حافظ اصلا یک جور سخن نمیگه. نه حافظ، نه فوجان زینی، نه احمد کریمی حکاک در 60 سالگی، حالا شما 20 سال دیگه 60 سالی بشید، اون چیزی نیستن که در 20 سالگی بودن. در نتیجه این دینامیک ها رو باید برگردون به این میراث. یعنی میخوام در نهایت بگم خانم دکتر زینی که این میراث مثل این است که بگیم نیاکانی اجدادی از ما در میگذرند و ما میریم خونهشون، میریم در این بالاخونه زیر سقفشون، زیر بامشون، اوه چه اشیاء عجیبی هست. خب ما برای همه اینها مورد استفاده ای نداریم. صدا میکنیم یکی بیاد اینا رو بگذاره پایین، میگیم این صندلی رو من دوست دارم، میبرم. اون یکی رو هم برادرم میبره، بقیه رو ببرید بندازید بیرون. یعنی باید با این تخلیه رو هم، این خانه تکانی ها رو هم گهگاهی کرد در ادبیات، در ادبیات، در میراث ادبی ما. از همین جاست که این تحولات شکل میگیره، ولی بطیع‌تر، کنتر از تحولات عمر انسانی اتفاق میفته، در نتیجه کمتر دیده میشه. و شما امروز در ایران و شاید در ایرانیان خارج از مرز که حداقل حالا امریکا و یا اروپا باشن، فرهنگ ایران رو از طریق ادبیات به طرف کدوم مسیر میبینید؟ که از کجا اومده و امروز هی داره کجا میره و بعد چه همون که فرمودین وقتی داره خونه تکونی میشه، چه قسمت هایی داره میاد و بعد چه قسمت هایی داره تخلیه میشه؟ سوال خوبی میکنید. خب معلومه که امروز نوعی توکنیزم به اصطلاح، یعنی توکن هایی
موارد مشخصی از این میراث رو برمیگزینیم. خب حافظ دوره دو پادشاه رو در شیراز، دو حاکم رو در شیراز سرگذرونده، یکی امیر مبارزالدین، یکی شاه شجاع، که شاه شجاع پسر امیر مبارزالدین بود و امیر مبارزالدین بسیار سختگیر بود، مثل بعضی شاهایی که بعد یا قبل از او آمده بودن، و شاه شجاع شاه مثلا بگیم حالا آزادی خواه یا آزادی گرایی بود، به شکلی که اونقدر سختگیری درباره مثلا شرب شراب نمیکرد. از اینجاست که مثلا حافظ زمانی رو که امیر مبارزالدین اسیر پسرش میشه و پسرش به سلطنت میگه دور شاه شجاع است می دلیر بنوش، ولی در این حال وقتی که زمان امیر مبارزالدینه میگه پنهان خورید بادی که تعذیر میکنند. این شباهت هایی داره با روزگار امروز ما که یک نظام سیاسی مزور و خودگری ما رو میخواد اسمن به راه راست هدایت کنه، در حقیقت اسلام رو مایه کنترل خود، دستمایه کنترل خودش کرده. در نتیجه ما حس با حافظ هم حسی میکنیم، فکر میکنیم یه چیزی شبیه امیر مبارزالدین قرن 21 گیر ما آمده، و در واکنش به این است که ما میریم اون بخش دیگر حافظ رو میخونیم که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. یعنی متون مختلف به دلایل گوناگونی یا اعتبار خودشون رو از دست میدن یا اعتبار خودشون رو حفظ میکنن. امروز فردوسی برای ما اعتبار عجیبی داره، برای اینکه فکر میکنیم که ایران و آزادی ایران و همه این زبان فارسی، همه این چیزی که عشق میبرزیم، ای کاش بیشتری از ما همین عشق و علاقه اولیه رو تبدیل به یک راه زندگی هم بکنیم و بریم به راستی اینها رو بخونیم. نمیبینم این چنین حرکتی، ولی راست میگید، در میان ایرانیانی که از ایران دور افتادن نوعی فتیش و نوعی توکنیزم شعر فارسی ایجاد شده که دور هم می نشینند و شعر فارسی رو می خونند و به به میگن. در مطمئن نیستم که چیزی در ذهنشون رسوب کرده باشه، ساعت هایی رو به خوشی میگذرونند و خداحافظی کنند، بلکه مثلا از بحث های سیاسی نجات پیدا کنند. چقدر اتفاق افتاده برای شما و من که میریم یک مهمانی، این میگه خمینی، اون میگه شاه، اینها و دعوا میشه مثلا، یا اختلاف نظر اتفاق میفته، بعدا دیوان حافظ میارن، همه با هم آشتی میکنیم و روی همدیگر میبوسیم، در کنار هم میایم با اون ادبیات و فضا. یعنی ما دنبال اون تکه هایی از گذشتمون میگردیم که ما رو به هم نزدیک بکنه، مهربانی رو میانمون برقرار بکنه، ما رو در رو در روی هم قرار نده، بلکه همه ما رو رو در روی یک نظامی قرار بده که باید رو در روش هم قرار بگیریم، ولی این استفاده ها رو میکنیم و ابزار گذران وقتمون اینجور دستاویز های لحظه ای یا ساعتی شد. و بعد یه مقدار زیادی اون فضای فتیش رو که داشتین صحبت میکردین، میبینم که از مولانا و فردوسی خیلی موقع ها فضایی الان به وجود آمده که گروه گروه، کلاس عرفان، و اسمش رو عرفان، کلاس های عرفان میذارن، و کلاس های عرفان بیشتر داره از این اشعار استفاده میشه، از اونها مروری میشه، تفسیرهای عرفانی روی اشعار ادبی داره گذاشته میشه، و باز انسانها در کنار هم میان وقتی که میخوان خرد خودشون رو زندگی کنن یا از فضای روزمره زندگی خودشون رو یک کمی رها بکنن، دیتچ بکنن، باز بشن از اون فضا، دارن بر میگردن باز به اشعاری مثل مولانا و بعد فردوسی شناسان اونها رو آوردن. چی فکر میکنید راجع به این نوع موومنتی که به وجود اومده و اینها رو در کنار هم گذاشته و باز لذتی اشخاص میبرن به رفتن و یادگیری و بعد دوباره تفسیر کردن اینها؟ بله، اینم سوال خوبی است. بازم فکر میکنم دستاویزی است برای گذران وقت. بعضی وقتا من عرفان رو طوری تفسیر میکنم که انگار عرفان یعنی همون بی خدایی است، که ممکن است در ذهن بعضیا بوده باشه. منصور حلاج، خب البته وقتی میگه انالحق، حرف بسیار محکمی داره میزنه، ولی مولوی به هر حال یک مسلمان حنفی مذهب واقعا مؤمن است که فکر میکنه فضای گشایشی باز کنه برای نهله های گوناگون به خدا نزدیک شدن. وقتی که در داستان موسی و شبان، اون شبان با زبان حال خودش با خدا صحبت میکنه، من میگه میخوام شیر برات بیارم، میخوام بیام شپشات رو بکشم، میخوام بیام دست و پاتو بمالم، تو کجا زندگی میکنی به من بگو. و موسی که نماینده ارتودکسی یا راستکیشی زمان خودش هست، میگه این
بی ادب گفتن سخن با خاص حق دل بمیراند، سیاه دارد برق. و اون شبان بیچاره چون این موسی است، اتوریته است، اون هیچ اتوریته نداره، سر به بیابان میگذره. بعد خدا عتاب میکنه موسی که بنده ما را از ما کردی جدا، و این دوباره میره عذرخواهی میکنه از اون شبان، و داستان تمام میشه. در اینجا شما باز آرایش دو گونه مذهب رو میبینید، یکی همون مذهبی که تو باید به زبان من سخن بگی و با خدا به گونه ای سخن بگی که خدا میفهمه، ولی اون شبان با زبان خودش، با زبانی که اون عادت کرده داره خدا. و اینجاست که ما فکر میکنیم اون شبان یک گشایش و یک جواز وسیع تری رو داره میطلبه که دیگه برای سخن گفتن با خدا اونطوری که خودش بلده و راحت سخن بگه احتیاج نیست زبان سخن گفتن با خدا رو اونطوری که موسی بلده بیاموزه. اینجاست که ما میبینیم یکی تنگ نظرانه داره برخورد میکنه که موسی باشه و دیگری بزرگ منشانه که اون شبان باشه. و خدا اینجا وقتی وارد میشه با شبان اظهار همدردی میکنه و موسی رو پرهیز میده از اینکه همه رو به یک زبان دعوت بکنه، اینجاست که خدا بزرگتر از موسی و شبانه. خدا به موسی میگه با درون را، ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. اون حال برای من مهمه، نه قال، نه سخنی که بر زبان میاد. این فضاهای اندک رو ما نباید، ولی بسیاران میکنند این کار رو، تعمیم بدیم به اون چیزی که مثلا ما امروز بی خدایی میدونیم. یا فکر میکنیم مثلا فردوسی ضد اسلام بود. فردوسی یک مسلمان مؤمن اعتزالی است، خودش هم میگه. ولی ما چون قهرمانان درون شاهنامه اول مذاهبی دارن که شاید باید گفت شمنیست یا میترائیست، بعدن که با اومدن گرشاسب و اسفندیار در زرتشت مذهبش ظاهر میشه، اونا بعدم ایران در برابر عرب مسلمان سقوط میکنه، ما فکر میکنیم فردوسی هم داره با اونها همدردی میکنه، در حالی که فردوسی واقعا همون اول شاهنامه وقتی که میگه جهان داده بیداد نیست، این رو یادمون باید باشه، به نام خداوند جان و خرد شروع میکنه. اصلا این است که ما بدخوانی خانم دکتر زینی متاسفانه زیاد داریم. کسانی که میخوان فردوسی رو به قامت عقاید خودشون، حافظ و مولوی به قامت افکار خودشون ببرند و برتن بکنند، از زن خودشون یار این متون میشن، نه کند و کاوی از بیرون و با بصیرت و با آگاهی و با نشانه تسلیم شدن در برابر هر حرفی که برای امروزشون معتبره برخورد میکنند. جالبه که وقتی که یک اشخاصی درشون میخواد که فلسفه خودشون رو یا ثابت بکنن یا اون credibility رو بگیرن، باز برمیگردن به کسانی که هزاران سال پیش داشتن زندگی میکردن و فلسفه امروزی رو از credibilityش رو میخوان از اونجا بگیرن. این رو بیشتر میشنوم که اون فضا رو به وجود بیاره. حقیقت اینه که ندیدن در کنار خودشون. ما بزرگ مردانی از اون نوع دیگه نداریم. تجدد در حوزه زبان فارسی و شاید حوزه زبان عربی هم بسیار بخش بزرگی از جهان، شاید باید گفت در تمامی اون جایی که دیگه غرب نیست و چیز دیگری است، به اون آسانی باز نشده و وارد نشده. همین مشکل رو هندی ها دارند با مدرنیته تجدد غربی، همین مشکل رو اعراب دارند با تمدن غربی، و ما هم جدا از اونها نیستیم. باید کسانی باشند که اندیشه رو از زبان ما بگیرند و بیان بکنند. ما چنین کسانی در طول اقلا یکی دو قرن نداشتیم. یک صحبتی که فرمودین الان منو یاد یک تجربه انداخت. یکی که خب مثلا وقتی که الان با شما صحبت میکنم، سخنان زیباتون، طریقی که کلماتو در کنار هم میذارید، کلماتی که استفاده میکنید، کلماتی نیستن که من میشناسم آنچنان، ولی وقتی میشنوم میفهمم، درک میکنم. تمام تک تک جملات شما ممکنه که توی مغز من نباشه که اگه بخوام خودم صحبت کنم اونها رو بتونم استفاده کنم، ولی همشو میفهمم و به دلم میشینه و شیرین میشینه. پس این یک مدل زبان فارسیه. خب این خودش نشون میده شما مهم نیست در چه تاریخی ایران رو ترک کرد در 12 سالگی، شما همچنان اشرافتون رو به زبان فارسی حفظ کردید. امروز به عنوان زنی که خودتون هستید در این
حد به در این سن زن نمیشه. به زبان من نگاه نکنید، من یک متخصص ادبیات هستم، ولی واقعا شما از یک زبان یک زن فرهیخته ایرانی که روانکاو هستید حالا اتفاقا یا تحصیل کرده، در هر صورت هیچ چیزی کم ندارید در سخن گفتن به زبان فارسی، و من یکی به فارسی شما افتخارم. ممنونم، باور کنید. بعد یه بار من یادمه که وایس آف امریکا من رو جزو پنلی گذاشت که صحبت بکنم، و یک استاد دانشگاهی که احتیاج نیست اسم رو بگم از ایران با سکایپ داشتن صحبت میکردن، و قرار بودش که ما در حقیقت دیبیتی داشته باشیم راجع به یک مسئله، و من صحبت خودم رو میکردم، سوال جواب میدادم، و بعد این استاد جواب میدادن. صادقانه میتونم بهتون بگم من یک کلمه ایشون رو متوجه نمیشدم، و بعد آخرش میگفتم حالا من جواب بدم، من نمیدونم ایشون چی گفت، من جواب بدم. و بعد اینقدر آمیخته بود با زبان عربی و کلامی که من نمیتونستم اصلا درک بکنم، و دلیلی که گفتم اونو بودم شما به عنوان یک استاد دانشگاه و استاد ادبیات وقتی که این طوری که صحبت میکنین من درک میکنم، ولی این زبان رو نمیتونستم درک بکنم. و بعد خب بعد برخی از دوستان عزیز و کسانی که تو 20 سالشونه 25 سالشون هم هست توی ایران، اونها هم شروع کردن صحبت کردن، و خب اونها زبانشون یک سلنگای به خصوصی داره، مدل های به خصوصی صحبت میکنن که هر کدومش رو در حقیقت زیرش باید توضیح بدن که چی دارن میگن. و جالب این تغییر زبان های مختلف در ایرانی که در خود ایران، نه حالا کسانی که تازه خارج از ایرانیانی که اومدن خارج از ایران و ممکنه که زبانهای دیگر رو مثل فرانسه، انگلیسی، آلمانی، ژاپنی هر جایی که هستن تازه ادغام کردن و قاطی کردن، وقتی که زبان این حالت رو پیدا میکنه، حالا میدونم ایران که به هر صورت به خاطر قومیت مختلف زبانهای مختلف رو تجربه کرده و همیشه داشته، آیا همینطوری هم به این مسئله نگاه میکنه که حتی زبان فارسی رو، نه حالا ترکی، کردی، آذری، گیلانی، هر کدوم اونا رو هم که نه، ولی همین خود زبان فارسی هم که صحبت میکنه و این شاخه ها رو گرفته، آیا این کمک میکنه به اینی که اشخاص اون دیالوگ، اون صحبت و کمیونیکیشن رو داشته باشن، من پاتوزه انگلیسی هم طریقاتیش بگم، کمیونیکیشن رو داشته باشن، یا اینی که اشخاص رو دور میکنه از هم، چون نمیتونن کلام هم دیگر رو درک کنن؟ همین دور میکنه دیگه. شما میخواستید نزدیک بشید به کلام این استادی که از ایران صحبت میکرده، ولی صمیمانه هم سعی کردید ولی نتونستید. حقیقت این است که این در افراد مختلف شکل‌های گوناگونی پیدا می‌کنه. خانم دکتر زینی، دو نمونه براتون میگم. یک چهره‌ای ما داریم، یکی از نسل‌های نخست تجددخواهان و متجددان، میرزا ملکم خانه که در انگلیس هم زندگی می‌کرد، روزنامه قانون رو می‌داد بیرون، اینها. این یک طنزی می‌سازه در یکی از نوشته‌هاش به نام فرقه کجبینان، و یک سری شاعران رو میگه که اینا همش با همین معرب کردن فارسی سعی میکنن همدیگر رو به اصطلاح امروز ما ایمپرس بکنن، تحت تأثیر قرار بدن. و این یکی به اون یکی برمیگرده میگه پدر سوخته انقدر فصیح حرف میزنه ما نمیفهمیم چی میگه. یعنی بعضیا در سخن گفتن میخوان مرعوب کنن شنوندی خودشون، نه اینکه واقعا ایجاد ارتباط بکنن. این یک بیماری است، یک چیزی است که جنونی است که خب بعضیا دارن، کارش هم نمیشه کرد، شاید بشه گفت در زبان های دیگه هم نظایرش هست. نمونه دیگری که ما در ادبیات فارسی امروز داریم، در اولین داستان‌های کوتاه ایرانی اتفاق می‌افتاد، جمالزاده است. جمالزاده کتابی داره به نام یکی بود و یکی نبود که 6 تا داستان داره، و داستان اولش فارسی شکر است. و این داستان فارسی شکر چهره‌ای داره، یک آقای مستفرنگی است که تازه از مثلا 5 سال رفته فرانسه مونده و برگشته، و حالا اون فکل فرنگی رو میزنه و اینها، و تظاهر میکنه که زبان فارسی یادش رفته و همش کلمات فارسی رو با کلمات فرانسه قاطی میگه، ابسولومان نگاتیف، ابسولومان پوزیتیف، اینجوری حرف میزنه. یک کسی دیگری هست اون وسط که شیخه، نشسته داره قرآن میخونه و چنان معرب فارسیش که این بدبخت نمیفهمه، میگه من اسمم رمضانه، اون میگه الله یوبل کاظمین، کاظمین القیزنی، کسانی که خشمشون رو فرو میخورن خدا دوستشون داره. بعد میگه نه جناب شیخ، من کاظم نیستم، من رمضانم. و خلاصه هیچ کدوم از این نمیفهمن. بعدن میره به سراغ این راوی ما که به قول خودش فارسی راست و حسینی حرف میزنه و کارش راه میفته و اینا. میخوام بگم
تشتت زبان حالا امروز بهتر شده، 100 سال 120 سال پیش خیلی بیشتر بود، امروز به دلیل رادیو تلویزیون به دلیل حضور شخصیت های مثل مادر روانشاد شما، همه این کسانی که به شکلی میانداری کردن بین شنوندگان و گویندگان رادیو بعدن تلویزیون و دیگران، ما زبان ها به هم نزدیک شده، نه تنها زبان فارسی در درون ایران بلکه زبان فارسی ایران به زبان دری افغانستان خیلی نزدیک شده، برای اینکه خب همین تلویزیون هست، نگاه الان دیگه یوتیوب و همه این دستگاه های جدید هست و زبان ها رو به هم نزدیک کرده. ولی کسانی که هنوز زبان رو به عنوان ابزار اقتدار خودشون به کار می‌برن هستن کسانی که نمی‌خوان به شما چیز رو بفهمانند یا از شما چیز رو بیاموزن، بلکه می‌خوان شما رو تحت تأثیر قرار بدن که چقدر دانشمندن، انقدر فصیحن که شما و من نمی‌فهمیم زبانشون رو. این است که اون جنبه متظاهرانه قضیه هم هست. ولی از اون بگذریم، زبان فارسی واقعا یکی از شگفتی‌هاش این شیوه بسیار موفقیت‌آمیزی است که زبان فارسی رو با فناوری امروز همراه کرده. ژاپنیا خیلی بیشتر از ما مشکل دارن با این قضیه و همینطور همسایگان عرب ما خیلی بیشتر مشکل دارن و از اینجاست که ما میبینیم که این زبان فارسی سرچشمه های زایندگیش خشک نشده، همچنان میشه واژه های اصیل و کاربرد های بدیعی رو گرفت و اینها رو ترکیب کرد و از اون هم الان من گفتم فناوری و یعنی بر تکنولوژی و شما میدونید که این فناوری خب بر ساخته امروز فرهنگستانه، همین فرهنگستان هایی که چند تا ساخته شده از دوره رضا شاه تا دوره محمد رضا شاه تا دوره حتی جمهوری اسلامی، الان فرهنگستان ها خدمتی میکنن، به خصوص اینکه زبان اونها دیگه از طریق رادیو تلویزیون مثل دوره رضا شاه تبلیغ نمیشه یا ممنوعیت کاربرد واژگان قبلی نیست درش، ولی پیشنهادهایی است که فرهنگستان میکنه، بعضی از اینا قبول میشه بعضی از اینا قبول نمیشه، ولی در کل زبان فارسی تونسته به صورت موفقیت آمیزی با تحولات امروز جهان همپا و همراه بشه. صحبت فناوری کردین، بحث شیرین سوشال میدیا و تکنولوژی به نظرم اومد که یکی از آماری که من شنیدم اینه که آمار کتاب خوندن در حقیقت در ایران و بین ایرانیان و کلن در حتی امریکا هم خیلی کمتر شده، با اینکه هر روز کتاب ها داره بیرون میاد، ولی حتی مقاله هایی رو که من خودم می‌نویسم و مطمئنم از شما درخواست میکنن خیلی مشخص میگن که بعد 700 کلمه باشه، دوستا 700 کلمه رو یک باره نمیتونین بنویسین چون حوصله‌شون سر میره، بس سه تا جمله بنویسین و یه چیزی اون وسط بنویسین که حسابی بزرگ بکنن طرف توجه بکنه، دوباره سه تا جمله بنویسین و این متد بیشتر و بیشتر حضور اشخاص رو و توجهشون رو و مقدار تمایلشون رو در حقیقت هی داره کمتر و کمتر میکنه به اینی که بشینن واقعا یک دونه کتاب رو کامل بخونن. نظر شما راجع به اتفاقی که داره برای ادبیات میفته در کنار این نوع تکنولوژی، تکنولوژی که لحظه به لحظه است و اکثر اشخاص چه اخبارشون رو، چه ادبیاتشون رو، چه اشعارشون رو، چه حتی این کوتیشن هایی که حالا خیلی مد شده همه جا هست و همه این اطلاعات رو در حقیقت در قسمت های کوتاه کوتاه دارن از سوشال میدیا میگیرن، این چه بلایی به سر فرهنگ میاره و یا چه رشدی میتونه بیاره در فضای ادبیات و فرهنگ؟ یکی از دوستان من شوخی رو شروع کرده بود که یه جمله‌ای رو نوشته بود، هرگز اطمینان کامل به اصالت پیام‌های اینترنتی نداشته باشید. زیش بود ابراهام لینکلن. ما هم مرتب پیام میدیم برای هم که کوروش بزرگ اینو گفته، کوروش بزرگ هم مثل پیغمبر اسلام شده که 2000 سال دارن تفسیر میکنن ازش حدیث میسازن ولی هنوز تمام نشده و این مشکل بزرگی است. ولی در کل اگر بخوایم جدی تر صحبت بکنیم و من تا جایی که میتونم این دنبال میکنم چون خب به فرهنگ ها علاقه دارم به طور کلی، نیویورک تایمز چند سالی پیش یک مقاله خیلی جالبی نوشته بود چینی ها با اینترنت علم می آموزن، ایرانی ها سرگرمی می آفرینن. و خیلی جالبه این تضادی که مطمئنم در همه نیست، البته خودش یه جور استریوتایپه که در بعضی هست در بسیاران نیست، ولی این که ما از این ابزار استفاده آموزشی کمتر می کنیم تا استفاده تفریحی،
من الان نه عضو فیسبوک هستم، نه این تلگرامی که همه در ایران میگن، نه هیچ کدوم اینه. ایمیل دارم، منم دارم توی لپتاپم و استفاده میکنم، تموم شد. قصد دارم همینطور که سنم بالاتر میره این تلفن همراه هم بذارم کنار، تلفن خونه دارم، میتونم به اون تلفن زنگ بزنم. نه وقت من چجوری بهتون تکست بکنم؟ من برمیدارم، نه همون تکست نگو، تلفن بزنم. به هر حال میخوام بگم فرهنگ های مختلف مثل افراد مختلف شیوه های گوناگون در پیش گرفتن در رویارویی و استفاده از این. متاسفانه در ایران انقدر این از این ابزار سوء استفاده میشه در سیاست که مثلا این واژه هایی رو ممنوع میکنن که اون واژه ها احیانا چی میگن فلگ پرچم قرمز باشه براشون که دیگه این ممنوعه، برای که ممنوعیت هست. من اصلا چندی پیش با من مصاحبه میکردن یکی از این تلویزیون های خارج از کشور در انگلیس، گفتم ایران رو کردن مملکت ممنوعیت ها و ممانعت ها. زبان انگلیسی رو، آموزش زبان انگلیسی رو در دوران ابتدایی که من این دستم وجود داره، ما در دوران ابتدایی نداشت، در دبیرستان شروع کردن به انگلیسی آموختن، اینو ممنوع کردن. چرا؟ از اون طرف در مثلا اینا به نام پیامبری، به نام مذهبی سوال که در اون پیامبرش گفته اطلب العلم ولو بالسین، در هر جای جهان که هست علم بیاموز، و انگلیسی دروازه علم جهان است امروز، این که زبان جهانی است. متاسفانه خیلی از این برداشت های سیاسی معیوبه، در ذات خودش معیوبه، نه به اون کسانی که استفاده میکنن سودی ثمری میرسونه، نه ولی زیان بسیار میرسونه به اون نوجوان، جوانی که میخواد از طریق اینها به نوعی دانش که مستقیما در اختیارش دست پیدا بکنه. متاسفانه هست، ولی در این حال اون کیف و لذت آنی رو هم به آدم میده که شما فوری یک تکست میبرسی، یکی هم فوری جوابتون میده، لبخندی به لبتون، ال او ال، تموم شد و رفت. این شیوه البته شاید یک فد باشه، شاید یک چیز گذرایی باشه که از بین خواهد رفت، من شکی ندارم که اینجور خواهد شد، ولی از همین سوشال میدیاها مثل تایپ رایتر، مثل کامپیوتر میشه استفاده های درست و بجا کرد و میشه استفاده های نادرست و نابجا کرد که بسیارانی میکنن. دکتر من فکر نمی کنم به عنوان فرد از بین بره، چون مثلا من رویش رو در روان درمانی در حقیقت میبینم که روان درمانی خب یک فضایی بودش که حتما اون شخص باید جلوی ما نشسته بود و از اون جایگاه این کار رو انجام میداد. من یادمه که در حدود 2005 من و یک گروه دیگه ایش روز اولین کسانی بودیم که آنلاین تراپی رو به معنای تکست، چون موقع اصلا ویدیو چت نبود و ماها آنلاین تراپی رو به حالت تکست آوردیم که تکست میرفت برمیگشت، و یا اینی که در همون زمان با هم مثلا الان ملاقات میکردیم و بعد من مینوشتم، اون شخص مینوشت، و چند تا کتاب نوشتیم. یکی از اولین کتابایی که من نوشتم آنلاین تراپی که آلبرت الیس هم فوروردش رو نوشته بود از اونجا اومد. و بعد یادمه که اولش وقتی که ما این سخن رو در کنفرانس های روانشناسی صحبت راجبش میکردیم، اکثر کسانی که اساتید اون موقع بودن میگفتن نه این یه زمان کوتاهه و میره. و یادمه که کتاب آخر ایروین یالوم رو داشتم میخوندم و اتفاقا اون میگو من هی میگفتم نه این نباید باشه، اصلا هر کسی میمد به من میگفت، خودم یادمه که وقتی با دکتر یالوم صحبت کردم میگفت نه نباید باشه، و میگفت یواش یواش میبینم که نه تنها هست بلکه از من درخواست شد و خودم هم انجام دادم. و بعد دیدم واو مثلا حتی این روان درمانی چقدر فایدهش داره زیاد میشه. و بعد میبینم که در قسمت‌های مختلف هم این حالت در کنار هم بودن، و مثلا الان خاله های من یا گاد مادر من یا خیلی از این اشخاصی که در ایران هستن و 80 خورده ای سالشون هست به وسیله همین تلگرام یا اینستاگرام و و و خانمای 80 خورده ای ساله با تکنولوژی راحت شدن و لحظه به لحظه هم من از اونها خبر دارم هم از اونها از من. و من میبینم که چقدر جالبه که با اینی که بسیار حرفتون متینه که به حالت سرگرمی داره استفاده میشه، ارتباطی رو داره به وجود میاره که نگهداری میکنه از این سیستم ها به خاطر فضای ارتباطیش. ولی خب مشخصا اگر که ماها متوجه بشیم که کوتاه مدت میتونیم با اینها اطلاعات بگیریم و اگه اطلاعات عمیق تری میخوایم بگیریم باید بریم در عمق جریان و کتاب ها رو بخونیم، مقاله ها رو بخونیم، و اینها رو به همون حالت اطلاعات رسانی فقط قسمتی از اون رو در بر بگیریم و بعد
اگه کسی میخواد عمق پیدا کنه. ولی حرف شما بسیار درسته که وقتی که ما سطحی مسائل رو فقط نگاه میکنیم، شاید انقدر به همون اطلاعات سطحی میرسه که وقتی برای ما نمیذاره که اصلا بریم توی اون فضای عمق. من فکر هر دو منظر رو واقعا میشه بررسی کرد، هم منظر فایده ها و سود و ثمر این ابزار تکنولوژیک رو، و هم منظر اون چیزی که از انسان میگیرن، اون آنیت حضور واقعی و فیزیکی انسان رو که آدم ها همدیگر لمس بکنن. بله. حتی با نگاه اگر شده، و من خودم اینو هر دو رو تجربه کردم. من یکی از دلایلی که خودم رو دیگه بازنشسته کردم برای این بود که در نظام قدیم وقتی که یک دانشجو داشت تز دکتری مینوشت، ما این دانشجو روبروی خودمون مینشوندیم و دو ساعت ایرادات مثلا پیپرش رو بهش میگفتیم و اینم میاموخت یا داشت برمیداشت و میرفت و تصحیح میکرد و بار دیگه به نظر ما میرسون. امروز خب اون کیفیت حضوری اینجور تعاطی گرفته شده. اون چیزی که باقی مونده، دانشجو فصل یک فصل مینوشه، میگه من فصل سوم برای شما فرستادم، لطفا نظر بدید. همین. و من فکرم خب این ابزار یک حکمت جدید رو هم میارن، بر اساس یک فلسفه جدیدی از آموزش و پرورش استوارن. یک روزگاری بود وقتی ابن سینا، من که ابن سینا نیستم به هیچ وجه، ولی یک استاد بزرگ مثل ابن سینا وقتی راه میرفت، شاگردانش دنبالش میرفتن، از راه رفتنش هم میاموختن، از شیوه برخورد کردنش با یک منظر عجیب یا زیبا یا زشت هم میاموختن. خب اون زمان گذشته، امروز ما چیزی فلسفه عوض میشه، ولی راست میگید، به هر حال تعادل خودش رو پیدا میکنه و اون بر مصرف کننده است، بر کاربر این ابزار تکنولوژیکی که برای خودش تصمیم بگه که چقدر میخواد سرگرم بشه با این ابزار و چقدر میخواد واقعا دسترسی پیدا کنه به جهان بیرون و به علم و به همون ولو به سینی که میگن حضرت محمد گفته. حقیقت این است که همه اینها در اختیار افراد هست، بنابراین این در اختیار اون کاربر 15 ساله 20 ساله یا حتی در سن منه که ما چه استفاده ازش بکنیم. برای همین من واقعا تصمیم گرفتم این چیزایی که به سرگرمی مربوط میشه و رد و بدل کردنهای گذرا و بی سود و ثمر واردش نشم. ولی خیلی هم دوست دارم وقتی مثلا پسر من یه نامه می نویسه برای من، با ایمیل برای من میفرسته، من می خونم و بهش جواب میدم، باهاش حرفی میزنم یا تلفن برمیدم باهاش صحبت میکنم. این همیشه هست و شاید سرعتش هم داره بیشتر میشه، ولی هیچ وقت سود و ثمر کامل یا ضرر و زیان کامل درش نیست، بلکه باید از سود اون چیزی که به نظر هر کسی سود و ثمر میرسه اضافه بکنه، اون چیزی که زیان به نظر میرسه هیچ. یکی از سود و فایده هایی که من تجربه کردم با این فضای تکنولوژی اینه که خیلی موقع ها ما اگر که فقط تنها راه دسترسی به اطلاعات، نه فقط خبر بلکه اطلاعات، آنچه بود که در کنار ما بود، یعنی آنچه بودش که فرزند در کتابخونه شهر ما و در اونجا کسی انتخاب کرده بود که بذاره، و یا اینی که از هر دولتی انتخاب میشد که تو رادیو تلویزیوناش در اختیار ما بذارن و غیر از اون نمیذاشتن، اینها محدود میکرد. حتی اگر دوست داشتیم بدونیم، محدود میشدیم به اون مبحثی که یک نفر دوست داشت برای ما بذاره. البته درسته که با فیلترهایی که الان دارن میذارن خیلی راحت‌تر، باز حتی سوشال میدیا رو محدود میکنن که اگر که یک مدل فکری رو دوست دارین همون رو براتون هی فید میکنن. ولی غیر از اون، منی که فرضاً هیچ وقت دسترسی ممکنه نداشتم با آدمی مثل سام هریس، مثل پینک استیون پینکر، مثل خیلی از کسانی که تئوریسین هستن، خب امروز میتونم که با پادکست اونا رو فالو کنم، میتونم که توییتر اونا رو فالو بکنم. یعنی حتما دلیل نداره که فقط تلگرام با فامیل خودم و دوستای خودم و فقط جوک بفرستیم و خوشمزگی بازی بفرستیم. یعنی من بیشتر رانندگی که میکنم در حقیقت دارم پادکست های این گروه رو گوش میدم و یا از توییتر اونها میتونم برم دقت بکنم که پیام های اونها چیه، چه مسائلی رو میگن. و من فکر میکنم که تو این هم اگر اشخاص فقط محدود نکنن خودشون رو به خوشمزدگی با هم بازی در بودن و سرگرمی و غیر از سرگرمی، انتخاب کنن که چه نوع
که اشخاصی رو با چه نوع فلسفه هایی با چه گروهی رو دوست دارن ازشون یاد بگیرن، اون هم ممکنه که کمک بکنه و اون میدونی فرهنگ هایی که شاید قسمت قسمت بوده، مثلا قومی بوده، هر کسی کاری که دوست داشته رو با گروه خودش فقط انجام میداده، به نظر من با این شرایط خیلی گسترش تر شده و میتونه که میتونن اشخاص دسترسی بهش پیدا بکنن. کاملا درست. فرهنگ سازی متفاوتی رو میتونه به وجود بیاره. بله. و حتی در علم الان امروز معاینه پزشکی از راه دور داره انجام میشه. بله. یعنی طرف تو خونش نشسته یا تو یه بیمارستان در شهر خودش، پزشک متخصص فلان بیماری داره با پزشک این صحبت میکنه و از طریق همین اسکایپ ابزاری که هست و پیام خودش رو میرسونه و سفارش خودش رو بله، یعنی هیچ وقت هیچ تکنولوژی نه کاملا از ضرر زیان توییه، نه کاملا از سود و ثمر توییه، ولی ما که عادت کردیم به یک شیوه از گذران زندگی، در برابر بعضی دیگه مقاومت به خرج میدیم، بعضی دیگر رو هم به راحتی میپذیریم، برای که فکر میکنیم کارمون داره راه میفته، یا با عمه و خاله و خیشاوندمون میتونیم در ایران صحبت کنیم، حتی ببینیمشون، حتی مثلا حالت این همبود انسانیمون بیشتر بکنیم. این اینها هست، کاملا درست میگید. یعنی به هر حال الان این چیزی که شما برای من گفتید استفاده بهینه است برای شما. استفاده بهینه برای من ممکن متفاوت باشه. دقیقا. یا برای یک نوجوان دختر 15 ساله ممکن کاملا متفاوت باشه، یا پسر یا هر چیز دیگری. یعنی از مراحل زندگی که میگذریم همینطور شیوه رو در روی با گذشته عوض میشه. بچه های من وقت میخوان اذیت کنن من میگن دادی دت سو 2017 پارسال میشه عهد دیناسورا، ولی خب این در لفظه، خودشون هم میدونن که چه نیست. یعنی ما در این که ضمناً از پشت پس پشتمون توده نیاکانمون ما فشار میارن که ما رو به پیش برونن، این هم هست. و از بعضی از ریشه های اونها مثل مذهب یا عادات زندگی اینها ما گریز و گزیری نداریم، با اونها رو هم میپذیریم و از آن خود میکنیم. دوستان عزیز، تا تقریبا 10 دقیقه دیگه میتونین که سوالاتون رو آماده بکنین، که هر سوالی که دارین از دکتر حکاک بفرمین، برای اینکه من هر لحظه دارم یاد میگیرم و امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه. شماره خطا رو برای شما خواهن گذاشت. وقتی که راجع به دکتر ادبیات و فرهنگ سازی، چون من برای حالا شاید توی ذهنیت من این هستش که هر فرهنگی در اون زمان گروهی و برخی به حالت حالا شعر، به حالت نثر و هر فناوری، هر تکنولوژی که در دستشون هست، تجربیات خودشون رو در حقیقت اکسپرس میکنن، شیر میکنن، در میون میگذارن با اشخاص دیگه. و بعد آیا هر کدوم از این احساس ها و سخنانی که گفته میشه رو ما جزء ادبیات میاریم، یا اینی که ادبیات رو تقسیم میکنیم فقط به یک مبحث به خصوصی و کلن هر نوع اکسپرشنی یا در میون گذاشتنی رو ما نمیتونیم جزء بخش ادبیات بدونیم؟ بله، من هم کاربرد مرجح من همینه. من ترجیح میدم ما کلمه ادبیات رو برای تجلی زیبا شناختی کلام به کار ببریم و جز اون ادبیات رو نگیم، ولی الان میبینم که بعضیا به کار میبرن از زبانهای فرانسی و انگلیسی به زبان فارسی هم راه پیدا که میگن ادبیات مثلا سیاست امروز ایران، یا ادبیات این آقا بده، ادبیات اون یکی آقا خوبه. این کاربرد خب مخشوش میکنین، ولی در این حال زبان همونی هم که میگه ادبیات این آقا بده، ادبیات اون آقا خوبه، جور دیگری با شعر حافظ برخورد میکنه و اون عنصر زیبایی رو در اون میشناسه. من خودم در تون قدیمی هستم و دیگه با زبان سنتی شاید باید گفت سخن میگم، من خودم ترجیح میدم ما ادبیات، شعر، اینها رو برای تجلیات والای زبان نگه داریم و زبانهای روزمره رو همون بگیم مثلا گفتمان، یا بگیم سخن گفتن این در این از این مقوله، یا چیزی که راحت تر
اون تفاوتی که ما در ذهن داریم منتقل بکنه به شنونده کار. استاندارد این چطور هست؟ یعنی برای شما وقتی که یک نثری رو در حقیقت میخونید، کجاست که شما انتخاب میکنید که فرضاً این فقط یک گفتمانه یا اینی که میتونه سوق داده بشه به قسمت ادبیات؟ خب ببینید، مثلا ادبیات یه چیزیست که میگم هدف، حتی وقتی با زشتی برخورد میکنه، هدف آفرینش زیبایی است. یعنی آثار هنری اینطوریه. شما مثلا اگر گرنیکای پیکاسو رو ببینید، نقاشی گرنیکا که مربوط است به قتل عامی که فرانکو کرد در سال 1936 در اسپانیا، یک گروه اسب مسله شده، انسان سر و دست همه قاطی شده با هم، یعنی یک جور صحنه جنگ، صحنه کشتار جنگ. و این خود کشتار جنگ ادبیات نیست، ولی کاری که او کرده باش که ما رو به زشتی جنگ آگاه میکنه، اون کار مهمه. یا مثلا فرض کن فیلم داکیومنتری بسیار زیبای خان سیاه است، فروغ فرخزاد، اگر نگاه بکنید یک عده جزامی است در یک جزامخانه خارج شهر تبریز، ولی موضوع عروسیه. حتی اینا هم دارن عروسی میکنن، و عروسی یعنی وصل انسانی، یعنی نوعی یکی شدن دو نفر به خاطر تولید مثل یا به خاطر لذت بردن، هر چیزی که هست. یعنی هنر کارش اینه که حتی وقتی زشتی میبینه، ما رو با زیبایی نهفته در اون زشتی آشنا بکنه. از اینجاست که ما ادبیات، شعر و سخن، مثلا فرض کنیم، مثل بگیم عالی قاپوی اصفهان، بگیم مسجد شیخ لطف الله، اینها همه نشانه های معماری زیبایی هستند که شکوه رو میرسونه، ولی در این حال توانایی انسان رو هم به ما منتقل می که انسان تا کجا توانه است. پس ادبیات رو شما هنر کلامی بلدی، که چه در نثر چه در شعر باشه، شما اون رو میبینید. اجازه میدین با دوستان صحبت بکنید؟ روی خط هستید، بفرمایید عزیزم. الو. بله بله، بفرمایید، روی خط هستید. سلام خدا. نخیر، شما فکر کنم یه برنامه دیگر رو دارین نگاه میکنین. من دکتر زینی هستم. خانم خدا متاسفانه در این برنامه نبودم، مثل که یه برنامه دیگر داشتن. ببخشید که سخنان شما رو ما قطع کردیم. پس هنر کلامی وقتی که یک مبحثی وجود داره و اون مبحث جوری که وجود داره یک داستانی جلوی ما هست، و وقتی که اون داستان رو نه فقط به حالت عادی ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، بلکه اون رو به حالت هنری شاخ و برگش میدیم، اونجاست که میشه بخشی از ادبیات. و نه تنها شاخ و برگ، بلکه به سطح عمیق‌تری از همون داستان پیش میریم. ببینید رستم و سهراب، خب صحنه فجیع‌تر از پسرکشی به دست پدر میتوان تصور کرد. رستم این کار رو میکنه، ولی در این لحظه‌ای که اینها ایستادن رو در روی هم، هنوز رستم نکشته سهراب رو، صدای فردوسی میشه از کناره میدان که میگه جهانا شگفتی ذکردار توست، شکسته هم از تو هم از تو درست، از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهرنن موچه، همی باز دارد بچه ها چون سطور، چه ماهی به دریا چه در دشت گور، ولی نداند همی یکی دشمنی را ز فرزند باز، از رنج آز آدم از رنج آز نداند یکی دشمنی را ز فرزند باز. این از رنج آز، از بیخردی است که اینها نمیخوان همدیگر بشناسند و این فاجعه اتفاق میفته. یعنی هر تراژدی که شما میبینید، بگی تراژدی هاملت یا مکبث یا رومئو و جولیت، اینها داستانهایی دارند که ازش عبرت میشه گرفت. این عبرت رو کار شاعری که با منتقل بکنه و ما رو هدایت بکنیم که چگونه این دو عاشق جوان رومئو و جولیت به هم نرسیدند، این اختلافات طایفه‌ای بین کپیولت ها و هوگونات ها در این مورد چگونه باعث شد که اینا نتونن به هم برسن، چگونه افتراق انداخت. یا بسیاری از داستانهای عشق ناکام رو که در زبان فارسی ما می‌بینیم، در ادبیاتش مطرحه. یعنی کار ادبیات در نهایت آموزش دادن به انسانه، رهایی از همه گونه نابخردی و اندوختن اندکی
اون چیزی که خرد نامیده میشه در شاهنامه یا عشق نامیده میشه در ادبیات عرفانی یا همین اینا چیزایی است که انسان رو به اصلاح انسان داره و میخواد انسان موجود برتری بسازه. تو سخنان شما این سوال برای من پیش اومد که اگر که هنر کلامی مطرح میشه و اون جزء ادبیات میان، آیا شما ترانه سرایی و یا رپ معنی اینجا که تو مدلی رو که بسیار تشبیه سازی هست توی رپ، اما قدر که در ادبیات فارسی هست تشبیه سازی در رپ خیلی زیاده، آیا اون رو هم جزئی از ادبیات میدونید؟ ببین اولا خیلی اکراه دارم از این که طبقه بندی بکنم هنرها رو، ولی ما خب هنرهای والایی داریم مثل شکسپیر و حافظ و دانته و اینها که جای خودشون رو دارن، ولی در سطوح شاید دوستی و اندکی پایین‌تر همه گونه جلوه هنرمندانه هنر رو داریم و زیبایی رو داریم. از اینجاست که رپ، ولی من رپ خیلی دوست دارم، بعضی وقتا میبینم چقدر انتقاد بجا میشه از نظام‌های سیاسی توسط همین رپ، یا از تبعیض نژادی، یا از این معضلاتی که این مملکت آمریکا که ما درش زندگی میکنیم دست به گریبانش هست، یا همین گونه مثلا در ایران وقتی شجریان اون بیداد خودش رو میخونه، اون به جایی میبره بارو که انگار جمهوری اسلامی در برابر چشمانمون داره نفی میشه توسط همین کار، یا وقتی سیمین بهبهانی غزل زیبایی و نگاه کن به شتر رو میسازه، ما میفهمیم که اون داره شتر رو تشبیه میکنه، این حاکمان رو تشبیه میکنه به ساربانی که شتر این ملت رو به سمت سراب دارن پیش میبرن تو به جای اینکه به آب برسانن. اینجاست که ما از یک سطح حقیقی به یک سطح مجازی هنر میریم و در هنر نوع تسعید شده واقعیت رو میبینیم که با ما از بهتر شدن و به جهان وسیع تری دست پیدا کردن نظر فکری سخن میگیم. خب در همین راستا نظر شما راجع به اینه که ادبیات فارسی امروز چطور هست و به کجا داره میره؟ چه چیزی رو شما میبینید در ادبیات فارسی امروز؟ من همه گرایش ها رو میبینم، ولی مسلم این است که از این یکی دو نسل که بگذره بهترینشون خواهند موند و دیگران از بین خواهند رفت. یادمون باشه در شیراز حافظ هم صدها شاعر شعر میگفتن. امروز ما حافظ رو داریم احیانا و بگیریم، حالا عبید زاکانی رو هم داریم در کنارش، یا کسان دیگه عماد فقیه کرمانی رو هم داریم که گاهی بعضی ها اسمشو میدن بعضی ها نمیدونن، ولی خود زمان آزمون زمان بسیار صافی خوبی است، خیلی ها رو از صافی خودش رد میکنه میریزه اون پایین و که یک کسان دیگر معدودی رو نگه میداره که اونها با آیندگان سخن خواهند گفت. فروغ فرخزاد از اون جایی که واقعا گاهی گزیدگوی سخن هست، وقتی حرفی میزنه مثلا میگه و در شهادت یک شمع راز منوری است که آن را آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب میداند. این من یاد اون حرفی میزنه که میگن کسانی وقتی دارن از بین میرن دیگه به مرگشون نزدیکن، اون یکی دو روز قبل یک تلعلعی یک تشعشعی در چهرهشون ظاهر میشه و این همون آخرین و آن کشیده ترین شعله است که داره از این شمع سر بیرون میکنه. در انتظار دست های پر آرامش دستان خالی نیست. دست کسی که دستش پره پره نگرانی هم هست، بله، استراب پره استرابه، ولی دست خالی دیگه استرابی نه. این همون حرف سعدیه که میگه با همراه خودش داشتن میرفتن و این شب خوابش نمیبره، میگه چرا خوابت نمیبره، میگه راستش من این هست که یک گنجینه طلایی دارم، اینو گذاشتم زیر سرم و این اجازه نمیده من بخوابم، هموار نیست و نرم نیست و اینا. سعدی میگه خیلی خب بذار من درست شمم، اینو بگیره میزه توی یه چایی که دیگه نمیشه ازش در آورد، میگه حالا بگیر راحت بخواب، بگیر راحت بخواب. از اینجاست که ما میفهمیم حالا به زبان اون روز یا به زبان امروز، ادبیات همیشه به چه همتش اصلاح جوامع و اصلاح افراد بوده است. از اونجا با اجازتون خط اول رو نگاه بشنویم. ازتون خوش آمدید، روی خط هستید، بفرمایید. صدای من رو میشنوی؟ باز هم نمیشنوی؟ روی خط نیستن؟ مثل اینکه هنوز دارن تلویزیون نگاه میکنن با ما صحبت نمیکنن. برصورت هر وقت که تصمیم گرفتین که با ما باشید خواهش بگم زنگ بزنید. بذارمشون رو هولد، بلد نیستم بذارمشون رو هولد.
وقتی که راجب الو بله به به الو بله خوش آمدید. سلام عرض کردم، میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی قشنگتون. مرسی. لطف کنین اگر امکان داره راجع به الهام و به یه کمی صحبت بکنین بر ما. چشم، خیلی ممنونم، مرسی. الهام و وحی. بله، خب وحی کلمه ایست که ما بهش میگیم مثلا از سوی خدا به حضرت محمد وحی آمد، یعنی عملا کلامی مقدس که دیگه از منشأ الوهیت ساطع شده و به گوش انسان داره میرسه. الهام اون چیزیست که خود شاعر، خود کسی داره الهام بخشه. بعضی ها مثل بعضی بی خدایان مثل من اینا هر دو رو یکی میدونن و فکر میکنن گذشتگانی ما داشته ایم مثل حضرت محمد دیگران که وقتی که الهامی بهش میشده، یعنی به بینشی رسیدن که فکر کردن سعادت جامعهشون در اینه، اون رو درک میکردن اونقدر که نمیتونن از زبان خودشون بیان بکنن، بلکه از زبان خداوند عزوجل، خدایی که هرگز نخواهد مرد و همیشه زنده است، بیان میکنن. این گونه است که به نظر من مذاهب شروع میشن، ولی خب با آدمهای مذهبی که صحبت بکنین مقام وحی رو متفاوت تفسیر میکنن و واقعا به وحی اعتقاد دارن، اگرچه برای برگزیدگان بسیار بسیار اندکی این وحی اتفاق افتاده و میفته. این است که نمیبینم من که وحی به خودی خود کلیدی مشکلی از مشکلات بشر رو حل کرده باشه، بلکه میبینم که تخیل انسانیست تا به اونجا میری که به جز از خدا نبیند، اون خدا رو می‌بینه، اون خدا از زبان او داره سخن میگه با ما. و اون اولی میشه که کمتر تجربه میکنن. عارفان بزرگ بعضی وقتا تجربه کردن، بینشی بهشون آمده و مثل صاعقه گرفتنشون و روشنشون کرده، ولی بعدن دیگه دسترسی ندارن به اون. بعد از اینکه اون رفت دیگه رفته است، اونها هم آدمای عادی شدن. بنابراین این بستگی به این موضع خود فرد داره که آیا یک فرد مؤمن مسلمان یا مسیحی یا یهودی داریم که داره درباره وحی و الهام صحبت میکنه. در اون صورت تفاوتی دیده میشه. اگر کسی باشه که از موضع دیگری یا متوسعتری گشاده نظرتری بخواد صحبت بکنه و یک مذهب رو برحق ندونه و مذاهب دیگری نادرست، اون وقت دیگه وحی و الهام در حقیقت به یک پدیده تبدیل میشه. تجربه‌ای که من با اشخاص داشتم وقتی داشتم راجع به این نظر، فقط تجربه خودشون، نه اینی که حالا خود کلام چه معنایی رو داره، ممنونم، ولی تجربه درونی اشخاص وقتی که تفاوت داشته بین این دوتا، به نظرم اومده که همونطور که شما فرمودین یک زمانی هست که در خلوت خود چون مسائل روزمره رو ما یه لحظه کنار میذاریم، به نظر میاد که میتونیم بیشتر، بزرگتر از فضای بالاتری که به مسائل نگاه کنیم و وصل نباشیم و از جای وصل نبودن به مسائل نگاه کنیم، به نظر میاد که این مقدار خرد ما و ضمیر ناخودآگاه ما راحت تر میشه که برای ما خردی رو که کلن سالیان سال داشتیم رو در کنار هم بیاره و به ما دوباره بده. مثل که ذهن خالیه و یک دفعه خرد درون ما خودش رو میتونه به وجود بیاره. این رو خیلی موقع اون حالت الهام شنیدم راجبش. یک تجربه دیگری هست که خب از خیلی ها میشنوم که زمانی که در این سکوت در مدیتیشن و فضا هستن، اطلاعاتی به نظر میاد یا اونها به نظرشون میاد که از تو همین حالت به دستشون میرسه که ورای تجربه و دانش خودشونه، ورای اون چیزیه که اونها تا حالا تجربه کردن یا میدونستن یا خونده بودنی از جایی بهشون اطلاعات رسیده داره براشون میاد و اینجاست که شاید اون رو نسبت دادن به یک موجودی خارج از خودشون، فراتر از خودشون، که حالا این شبکه ها تونسته با اونها ارتباط برقرار بکنه و از بین این اطلاعات هر موجود دیگه‌ای که فراتر از اونها هست داره براشون اطلاعات رو دانلود میکنه و میفرسته. این تفاوتی هستش که خیلی موقع‌ها من شنیدم. همین، اون به موضوع اون شخص، اون گوینده بستگی داره. بله. و کلمه‌ای که شما به کار بردی که من خیلی میپسندم، فکر می‌کنم میتونه
راه حل این باشه همون شعور ناخودآگاه یا نیاگاه انسانی باشه. ما همیشه از همه کارکردهای ذهنمون آگاه نیستیم. شعور مثل یک محتسب، مثل یک شحنه، مثل یک پلیس ایستاده اونجا و میگه این حرف رو میتونه بزنی، اون حرف رو نمیتونه بزنی. در لحظه های خلوتی گاهی اون شعور دیگه کنترل خودش رو کم میکنه و چیزهایی از درون نیاگاه ما بیرون میزنه که گاهی میتونه دشنام باشه، گاهی هم میتونه حرف بیش باشه که بگیم این از کجا آمد دیگه، این اینو من از کجا یاد گرفتم، من از نمیدونستم که اینو میدونم. یعنی این همونه، همونی که شما میگید کسانی فکر میکنه از بیرون داره باشون صحبت میکنه، در حقیقت از درون داره صحبت میکنه، منتها این درون همون بیرونه، چون دست نیافتن نیست و دسترسی ندارن بهش. در اون لحظه شعور آگاه اجازه نمیده که به اون برسن، نیاگاه انسان. بله. خب فروید اون رو برای ما خیلی دقیق گفت، یونگ هم تکمیلش کرده واقعا. بله، بعد این وقتی که تصوری دارن روی الهامی که براشون میاد که خیلی بالاتر و ورای دانش خودشون هست، اونجاست که بله. وصل میشه حالا بله. به کسانی که متصفیش. حالا به کسانی که مذهبی هستن وصل میشه، به پیامبرانشون یا اگر که به خدا، و یا این که کسانی که حالا نو ایج هستن یک اسامی دیگه رو برای خودشون میذارن بله. که اون اطلاعات داره بله. میاد در حقیقت. اجازتون نیست که یک خط دیگه ای داریم. بفرمایید، روی خط هستید. الو، سلام عرض کنم. با سلام به شما، بفرمایید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خانم دکتر فوشان زینی، من سوال دارم مزاهای دکتر کریمی عکاس، اجازه میدید؟ حتما بفرمایید. آی دکتر سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام بابا. من سوالهای سالی که از سخنان شما لذت میبرم، چه در زمانی که با آقای مهری داشتین و چه زمانهای مختلف. ممنون. ولی امروز یه سوال پیش اومد، البته میخواستم سوال نکنم ولی چون خودتون گفتی میخواستم عرض کنم که بیشتر توضیح فرمایید که بی خدایی یعنی چه. آیا شما معتقد به خدایی نیستید و یه دلیلی یا یه چیزی بر بودن خدا یا نبودن خدا اگه لطف کنین توضیح؟ دلیل خاصی ندارم. حقیقت این است که من خدایی که برامون ساختن مذاهب گوناگون از تورات و انجیل و قرآن و اینها، اون برام قابل قبول نیست، برای اینکه بیشتر شباهت به بشر داره و دچار همون حالات و عواطف انسانی است. این که اسراری در جهان باشه و رازهایی باشه و چیزی باشه که ما نمیدونیم و منشأی باشه که ما بهش ازش دسترسی نداشته باشیم و خبر نداشته باشیم، من این رو نفی نمی کنم. نوعی ندانم چه در جهان و در کائنات هست، ولی من چون نمیرسم بهش و چون مذاهب رسمی که میشناسیم به خصوص ادیان ابراهیمی راهگشای معضل من نیستن، میگم بی خدایم، در جستجوی خدایی هستم که اگر به اون خدا رسیدم روزی شما رو هم خبر خواهم کرد. اجازه بدیم به بیننده دیگه گوش بدیم. با شما هستیم، بفرمایید لطفا. الو، سلام علیکم. سلام، بفرمایید. حالتون خوبه؟ من میخواستم از آقای دکتر خواهش بکنم که آخه میگن که محمد بهش وحی شده که همطور که آقای دکتر گفتن این افکار اندیشه خودش بود که میگفت خداوند بخش. آخه آدم قطعی بود که خدا به محمد آخه وحی بده، این کسی نبود تو اون دوره که به این بابا وحده، نه سوادی نه شعوری هیچی نداشته، چطور شده به این بابا وحده؟ این همه آدم تون قبل از محمد اومده بودن، هیچ کاری بهشون کسی نداشت، حالا رسته به محمد یه پا عربه اینطوری بعد به اون وحده بداخل. من نیستم این از کجای ملت درست کردن؟ به نظر شما چی فکر میکنید؟ مرسی. اولا که چشم به تو پاسخ میدی، من ممنون میشم ازتون اگر که لطف میکنی و زنگ میزنی به برنامه. نظریات شما بسیار بسیار متینه، فقط با همون متانت و ادب صحبت بکنید، حتما صحبت شما و نظریه شما رو هم میشنویم و هم پاسخ میدیم، ولی احتیاجی به مدل توهین کردن در حداقل احتیاجی نیست. حداقل من ازتون درخواست میکنم تا زمانی که من در این برنامه هستم لطف کنی که یک کمی تمیزتر سوالتون رو بفرمایید. اولا من با گفته شما واقعا موافقم و فکر میکنم این که ما خصومتی رو در زبان بنشانیم و بگیم محمد کسی نبود یا آدم قحطی بود یا اینها، این خب مشکل گشای پرسش شما نیست. وحی اساسا خودش یک رازآلودگی عمیقی داره. حکمت خداوندی هم همونطور که مذاهب میگن
رازآلوده است. یعنی ما نمیتونیم این حکمت بالغه که میگن که خداوند حکمتی داره، لابد حکمتی داره، این به این بستگی پیدا میکنه که شما اعتقاد دارید یا ندارید. ظاهرا شما هم به این اعتقاد ندارید، من هم اعتقاد ندارم، ولی من هیچ دلیل ندارم که فکر کنم محمد، به حضرت محمد بزرگترین و دانشمندترین انسان زمان خودش نبود. حقیقت این است که مذاهب به طور کلی و اسلام به طور اخص یک خلعی رو پیش از خودشون میگذارن، مثلا جاهلیت، که بگن اینها از خداوند باید ساطع شده باشه. عقل بشری در اون روزگار اونقدر گسترده نبود و اونقدر عمیق نبود که بتونه این مذاهب، این سیستم مذهبی رو به وجود بیاره. ولی ما پیامبران زیادی داریم و پیامبر، تفاوت بین پیامبر دروغی و پیامبر راستین هم اون پیامبری که پیروز شده یا پیروز نشده. اسلام به هر حال یک مذهبه، ولی من فکر میکنم این اسلام رو باید تاریخی کرد و اسلام اگر در شبه جزیره عربستان میموند هیچ جهانگیر نمیشد. این وقتی که از دجله و فرات گذشت و به دو تمدن بزرگ و پابرجا رسید، یکی به تمدن زرتشتی ساسانیان در ایران و یکی به تمدن مسیحی آناتولیا در امپراتوری روم شرقی، در اونجا در گفت شنود و در تعاطی مدام چند قرنه با این سیستم های فکری تبدیل شد به یک مذهب جهانی. یعنی به یک شکلی می شود گفت افرادی مثل غزالی و ابن سینا و مولوی هم دست داشتن در اسلام شدن اسلام، و اسلام از طریق زبان فارسی به شرق رفت و از طریق زبان عربی به غرب رفت که ما امروز این دوگانگی رو میبینیم. و اگر اسلام با یک نظام فکری آمد و دیگرانی پذیرفتند که ما دیگه امروز به منطق فکری اونا دسترسی نداریم، حقیر شمردن اونها کاری است که ما حداقل در این حد باید ازش پرهیز بکنیم. ولی البته فرد شما اختیار دارید که معتقد باشید یا نباشید. ولی همینطور که خانم دکتر زینی هم گفتن، خوب است که آداب، خوبه که مثلا نوعی به سخن رو به گونه ای آدم بتونه بگه که بعداً به خودش بر نگرده، بعداً خدا اینا کرده شرمنده نشه از شیوه سخن گفتن خودش. خیلی ممنونم از پرسشی. آقای دکتر، نسبت به این صحبت، خب روزی نیست، صادقانه روزی نیست که کسی در یک جایی از دنیا صحبت اینی که من در خلوت خودم، حالا 40 روز رفتم توی غار یا نرفتم، فقط هر روز صبح نشستم 10 دقیقه مدیتیت کردم یا رفتم سر کوه تبت نشستم یا بالاخره یک جایی پیدا کردم برای خودم و همون حالتی که در خلوت خودم وقتی نشستم اطلاعاتی برای من اومده و این اطلاعات برای بهبود دنیا بوده و داره جلو میره، بعد از اون یک شخص فقط حکی همونطور که شما فرمودین نمیاد جهانگیر بشه. یعنی it needs an enrollment machine که نه تنها اون به یک نفر دیگه بگه و اون شخصی که در کنارش نشسته نگه بابا بی خودی داری حرف میزنی، برو روزی تو انشالله جای دیگه بدن، اون هم باور کنه و بعد از این دوتا بشه 4 تا، از 4 تا بشه 6 تا، از 6 تا بشه 8 تا، بعد از اینی که تازه 10-15 نفر شدن تازه یه اینستیتوشنی بیاد بگه ای خب پس از این ایده جالبیه، پس بذار یک فضایی به وجود بیاریم مگه بخوام دور هم جمع بشیم. بالاخره بعد پول احتیاج بشه که اینستیتوشن بگرده، بالاخره میکروفونی بخریم به 4 نفر پخش بکنیم، پس اینستیتوشنی باید به وجود بیاد که یک ایده ای رو که یک شخصی بهش الهام شده شده براش به وجود آورده، براش تکنیک به وجود آورده، رو بتونه این ایده ها رو پخش بکنه. و این پخش کردن ماجراست که به هر صورت هر کسی که چه خودش این رو تونسته، چه کسانی که در کنارش اومدن این قدرت ها رو داشتن که یک دفعه میلیون ها و میلیون ها و میلیون ها بگرود بهشون، بله اونو داشته باشنه که شما میبینید به اینجا میرسه. حالا دیگه بعد استفاده ممکنه بشه از کنار اون که خب دولت مندی به وجود بیاد، که از اون استفاده بشه که جنگ به وجود بیاد، از اون استفاده بشه که کشتار به وجود بیاد. در نتیجه من فکر میکنم ما یک شعله کوچیکی رو داریم نگاه میکنیم و بعد کل سیستمی که به وجود اومده بعد از اون شعله تا به اینجا رسیده خودش خیلی ماجرا داره. و از اینی که از این 100,000 نفری که هر روز دارش بهشون الهام میشه چطور مثلا 5-6 تاشون یک دفعه جهانی میشه،
خب اون میگم قدرت این رومن ماشین هایی که وجود داره بله. که داره جلو میبره هستش دیگه. و تازه روی هم ساخته میشه، یعنی مثلا بله. حضرت محمد مسلم است در اون سفرهایی که به شامات میکرد در معرض اساطیر یونانی قرار گرفت، در معرض روایت های توراتی و انجیلی قرار گرفت. به همین دلیل است که اون اطلاعات رو کسب میکنه، سواد داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، مهم این است که این انباشته اساطیر دوران خودش رو درونی کرده و بعد با بینشی که خاص خودش و برای جامعه خودش خوب بوده در هم آمیخته و این رو به صورت احکامی بیان کرده که در طول حرکتش در زمان شده اسلام. دو تا خط داریم. بفرمایید روی خط هستید. الو. بفرمایید روی خط هستید. سلام. با عرض سلام به موجه برمونه و جناب آقای کریمی عکاد که بنده همچنین مثل سایر هوادارانشون به دنبال کاراشون هستم و بسیار به عنوان یکی از فریشتگان ایران داشته باشم. جناب آقای دکتر، من یه سوالی داشتم در زمینه ادبیات، تاریخ ادبیات و تاریخ و تقابل اینها بر هم دیگه. همچون که مثلا بچه ما درستی فرمودیم، وقتی که اسلام در پشت شکل جزیره عرب در حال شکوفایی به نوع خودش در حال قلم را بایی بود، در اون لحظه یک مفهوم دیگه ای داشت. پس یکی از مرزها اینا پا نهادن و مقابل مرزهای ایران شدن، بود مرزهای تا به اسپانیا و حتی تا تونس و اون طرف هم معروف تهاجم به صورت تهاجم سوالتون رو بفرمایید عزیز انجام بدن. سوال من از اینجا میاد که از نتیجه این تهاجم به این صورت میشه که خیلی در فرهنگ و ادبیات ما هم به وجود میاد. برخی این رو به عنوان یک رشد میگن، یعنی مثلا کارهای صنایعی فرض کرده. من معذرت میخوام ازتون، ما سه تا خط داریم. سوالتون رو بفرمایید چون شما دارین تفسیر میفرمایید، سوالتون رو بفرمایید. من میگم اون خلالی که به وجود اومده در برابر بعضی از عجیبانی که در فرهنگ بسیم شده میشه صنایعی و در برابر کارهایی که میشه فردوسی کرد در زمینه یه حفظ فرهنگ پرسی، اینها چطور میتونیم به صورت ارزش یا ضد ارزش بدیم، یا در واقع همه در مقام هنری و فرهنگ و ادب پرسی جایگاه خودشون رو بدن و هیچ کدوم در تقابل با هم نیستن؟ خیلی ممنونم، مرسی. نه بی تردید درست میگید، یعنی کهکشانی از نوشتار، کهکشانی از افکار برای ما باقی مونده و این با نسل ماست که تمیز بدیم، تشخیص بدیم کدامش به درد امروز روز ما میخوره و کدام نمیخوره. مثلا در مورد شاهنامه و فردوسی گفتید، خب شاهنامه فردوسی در حقیقت داستان پیشینیان بوده است. سعدی میگوید این که در شاهنامه ها آوردن رستم و روین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است عالم یادگار، یعنی عالم یادگار بسیارانی است. ولی بعدن در طول قرن 19 هم که مدرنیته به ایران وارد میشه، ملیت برای ایرانی ها مهم میشه و ملیت رو بازخوانی میکنن در شاهنامه، یعنی شاهنامه یک متن ایرانی است و امروز ساخته ما رو ساخته در خودش. این نسل های 6 7 8 نسل تا به ما رسیده رو ساخته و طوری ساخته که ما خودمون رو ایرانی و فارسی زبان میدونیم و از اعراب و دیگران تمییز میدیم بدون اینکه برتری بخوایم ادعا بکنیم. ولی ما این که یک تمدن پا بر جا داریم و آبرومند و تمدن ساز بوده این خودمون، در این هیچ تردید نیست. و این البته این است که از شاهنامه خانش های متفاوتی شده است، یکی در دوره بلافاصله بعد از خودش، یکی در دوران صفوی که جنگ هایی هست به کشتی هایی بین رستم و حضرت علی است و این حرفا، و بعد در دوره ملیتی که از زمان قاجار شروع شده امروز ما فراوردگان اون فرهنگ هستیم. خیلی ممنونم. به بیننده دیگری گوش میدیم. بفرمایید روی خط هستین عزیزم. بفرمایید. الو. بله بله بفرمایید. آقای حکا. بله بفرمایید. من می‌خواستم یه سوالی بکنم، این خدا چی آورد که این همه بشر آلوده این خدا شده؟ مرسی عزیز. خیلی ممنونم. چشم. بفرمایید. اگر خدا داشت این مافیایی که چه مسیحی چه کلیمی چه اینا دکون باز کردن،
ملت‌ها رو به هم ریختن. ممنونم ازتون، مرسی از سوالتون. همه آدم بفرمایید. البته شما نظر و عقیده خودتون رو گفتید و خب برای خودتون محترمه، ولی معلوم است که اگر همین ها نمی بود وضع بشر بهتر می بود و وضع بشر معلوم نیست که بدون مذهب بهتر می شد یا با مذهب بهتر. حقیقت این است که کشتار همیشه بوده، بدرفتاری همیشه بوده، بی اخلاقی همیشه بوده است، ولی بسیارانی معتقدند که همین مذاهب روی بشر رو در حقیقت به سمت راستی و درستی کردند و اثر مثبت داشتند. این که شما فکر میکنید اثر منفی داشته و کاری شبیه کار مافیا، این نظر خودتونه و باید بیشتر بهش فکر کنید و برگردید ببینید اگر این مذاهب نمی بود چگونه پدیده ای در تاریخ رو در رو میکرد و اتفاق میافتاد، چه وقایع اتفاق میافتادن. و به هر صورت به نظر میاد که از لحظه قبل از حتی اینی که مذاهب پنجگانه باشه، به هر صورت ابراهیمی باشه، کاری که داشتن میکردن اینی که یه سنگ رو برمیداشتن و شروع میکردن اون رو پرستیدن. پس یک جوری به نظر میاد که انسان وقتی که گیر میکنه در زندگی و قدرت خودش رو نداره، به هر صورت باید خودش رو وصل کنه به یک فضای دیگه و حالا اسمش رو خدا میگذاره. روی خط هستید عزیزم، بفرمایید. آیا بابنده هستید؟ بله بله، بفرمایید. با عرض ادب خدمت آقای دکتر کریمی حکاک و خانم دکتر فوشان زینی، یک توجیهی که خانم زینی فرمودند از اون شنونده قبل از بنده که فرمودن خب یکی به یکی دیگه میره و میره پخش میکنه، اینستیتیوت ایجاد میکنه، جهانگیر میشه، این میشه، اون میشه. خب هیتلر هم همین کاره کرد، خمینی هم همین کاره کرد. اگر کسی چیزی خرافاتی پخش کرد مثل حضرت محمد که آدم وقتی میخونه شرمنده میشه از این نوشته ها، خب به هر که میخواه گفته باشه، هر چقدر میخواه پخش شده باشه. شما به اون آقا اختار دادی، ایشون به رس میگفتن. خیلی متشکرم، رس کنید جواب بفرست. من مسئله اختاری به کسی نگردم، داشتم توضیح میدادم که وقتی که یک نفر یک مبحثی رو اعلام میکنه، شعور شنونده خیلی مهمه که آیا دلش میخواد که این اخبار و یا این ایده و یا این مبحث و یا این گفتار و کلام رو بهش ادامه بده، بستش بده، یا اینی که بگه خوشم نمیاد. کما اینی که هر کدوم از مذاهب، ادیان، فلسفه ها، هر کدوم اینها برسه تو دنیا هست، نه اینی که نیست، هست، همه جا هست. هر کدومشون هم چند هزار نفر یا چند میلیون نفر رفتن سراغ اون گروه و قبول کردن اون رو. حالا شما قبول نکردین، من قبول نکردم، ایشون قبول نکرده، هر کسی ممکنه یک مبحثی رو قبول بکنه. من داشتم جوری که یک نفر تکی این رو به وجود نمیاره. حالا الان ممکنه بگیم که به خاطر سوشال میدیا شما یه دونه یوتیوب اگر بزنین یک دفعه 20 میلیون نفر بهش تگ میزنن، ولی برای تگ زدنی که به قول امریکایی‌ها میگن 15 minutes of fame، 15 دقیقه همه خوشمزگی بازی در بیارن و بعد از بین بره، خیلی فرق میکنه تا اینی که 7000 سال، 3000 سال، 1200 سال یک مبحثی رو ادامه بدن. پس فقط محمد ادامه نداده، شنونده های اون مبحث این رو ادامه دادن و خب اگر ناراضی هستین از شنونده هم باید ناراضی باشید. نکته ای که من میخوام اضافه بکنم فقط این است که این نوشته هایی که میگید، شما به یاد داشته باشید که اون نوشته هم از یه موضعی میاد، یعنی اون نوشته ها هم بالاخره کسی نوشته به عقیده خاصی داشته و اگر انسانی فقط اون چیزایی که خودش بهش رسیده در نوشته ها هم ببینه، البته که متحول نخواهد شد، ولی اگر دل بسپاره به حرفی که دیگران میزنن به گونه دیگری از موضع اعتقادی در این مورد، اون وقت ممکن است به نحوه دیگری فکر کنه یا اقلا بیان بهتر و شیواتری برای موقعیت خودش پیدا بکنه. متشکرم از پرسشتون.
مرسی برای اینی که با ما بودین. مرسی از اینی که باز هم همینطور میگم واقعا باعث افتخار منه که هر لحظه‌ای که در کنار شما، من باعث افتخار، من هر وقت مزاتون دعوت میکنم شما قبول میکنید. مرسی از لطفتون و اینی که خیلی همیشه از شما یاد میگیرم، هم از زبان زیباتون و هم از افکار زیباتون. مرسی از شما. مرسی از شما عزیزان که با همدلی با ما هستید. مرسی از اینی که لطف کردید، تلفن فرمودید و عقاید خودتون رو گفتید و تا هفته دیگر هم من هنوز در کنار شما خواهم بود. تا دو هفته دیگه دکتر ریاضتی دوباره میزبان شما در برنامه خودشون باشن. روز و شبتون خوش.